خانم زرمتی، برای شما برنامه دیگه از تلویزیون امید 24 سلام تقدیم میکنم. تشکر، سلامت باشین. من هم سلامات و احترامات خدا به شنونده های محترم تلویزیون تقدیم میدارم. سلامت باشین. ممنون از شما. ما تا حال صحبت هایی که از هیئت مذاکره کننده داشتیم از آقایان بوده و خوشبختانه که امروز شما رو پیدا کردیم و میخواییم که منیسی یک زن شجاع و دلیر کشور، شما یک تصویر بتین از روز اول تا فعلا که چی دیدین، چی اتفاق افتاد و چی امید هست برای مردم که منتظر هستن برای پایان مذاکرات؟ تشکر، سلامت باشین. به نام خداوند متعال، روز اول وقتی که برنامه افتتاحی مذاکرات بین الافغانی شروع می شد، شما شاهد هستین که تقریبا در حدود 35-36 کشور دنیا در اشتراک داشت، سهم گرفته بودن و خوشبختانه که تعداد زیادی از کشورها وزرای خارجی کشورها صحبت ها و سخنرانی های داشتن و دپولی از او در افتتاحیه خود از طرف حکومت افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان سخنرانی را دکتر صاحب عبدالله عبدالله پیش برد و از طرف تیم مذاکره طالبا بزرگای از وا یا مشرشان ملا برادر سخنرانی را پیش بردن. در مجموع ما دیدیم که در بین سخنرانی های ملا برادر به مراتب به حساب مسالمت آمیز بود، در صحبت های لابلای صحبت های خود یادآوری کردن که ما یک افغانستان مستقل و آزاد را می خواهیم که در او همه اقوام و همه اتباع افغانستان زندگی آرام و مرفه داشته باشند. بالخصوص وزرای خارجی کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه که در اینجا سخنران ها بودن، شما شنیدین که در سخنرانی خود سر یک افغانستان آزاد و مستقل، خودکفا، سر افغانستان که با پای خود استوار باشه و افغانستان که در او دیگه جنگ نباشه و یک صلح دائمی در اوجه حاکم باشه افغانستان را میخواست. برنامه ها و پروژه های انکشافی و بازسازی در افغانستان باید تطبیق شود. دلابلای صحبت ها هر کشور تاکید برای حقوق بشر و تاکید برای حقوق زنان زیاد داشتن. خوشبختی دهی بود که یک کشور که ما باید از او تشکری بکنم، یادآور شوم که کشور دوست ناروی بود که بر بار دوم سر مسائل حقوق زن تاکید کردن. بله. وقتی که برنامه خاتمه یافت، بعد از ختم از او یک تفریح داشتیم و ما با تیم جمهوری اسلامی افغانستان با تیم طالبا یک جای خواستیم که یک نشست معرفت از خود داشته باشیم تا یک دیگه خود بشناسیم، با نام و تخلص، با چهره های یک دیگه خود بشناسیم. بالاخره یک نشست داشتیم، نشست بسیار کوتاه بود که در اون نشست خود معرفی کردیم، یک شناسایی پیدا کردیم با هم. بعد از او خواستی هر دو تیم بود که باید 5-5 نفر از هر تیم باید به صفت گروه تماس تعیین شود. بالاخره از طرف تیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم تقریبا 5-6 نفر برشان معرفی شدن و از این طرف طالبان هم 5 نفر معرفی شدن که سر از امون روز یا سر وصول کاری یا وصول رفتار یا طرز العمل داخلی خود مذاکره باید کار میکرد. خوشبختانه که تا امروز هم سر اصول کاری که کار کردن بسیار به خوبی پیش رفتن و هر آن چیزی که برای یک
مذاکره یا جرگه یا نشست یا جلسه، هر چیزی که برشان میخواییم نام بگذاریم، برای زو یک اصول کاری کار است، اصول رفتار کار است. سر زمان به توافق رسیدیم، هر دو طرف اصول رفتار یا اصول کاری خود آماده ساختن و به مجموع آرا به فیصله به تفاهم رسیدیم که فضل خدا در اون مشکل وجود نداشت. سر از فردا به خیر، اگر خواست خدا بود که هر دو تیما با هم نشست داشته باشه تا بالای اجندایی که میخواه پیش ببره در مرحله مذاکرات سر اجندا کار بکنه. بله. فکر میکنم که فردا بخیر نشست ما، بله، ما یک نشست امروز هم داشتیم تقریبا برای مدت یک ساعت ما یک نشست داشتیم که در اون نشست هم صحبت هایی که به خاطر اصول کاری باید می بود سر از امو بحث شد و به تفاهم رسیدیم. بالاخره زیاد امکان داره که فردا بخیر جلسات رسمی ما شروع شد. یک گزارش کوتاهی که به من رسیده که در جلسات یک دو روزه که شما ها در گروپ تماس داشتین روی مسائلی که باید در جریان مذاکرات اظهارات تنش‌آمیز نباشه و احترام به دیدگاه ها وجود داشته باشه و نوبت رعایت شوه و حاضر شدن به موقع در جلسات باشه، اما چیزی که برای ما مهم است که از شما میخواییم بشنویم موقف زنان قهرمان کشور ماست. خب سیستم در افغانستان سیستم اسلامی هست و هر کدام ما و شما هم علاقمند همین هستیم که جمهوری اسلامی خود داشته باشیم، اما فعلا برداشت طالب ها چی هست در رابطه با شرکت خانم ها در قدم اول در همین مذاکرات رویارویی که در اونا نمیخواستن باشه و در آینده اگر اینا سهیم دولت میشن یا در قدرت دخیل میشن چی نظر دارن در مورد خانم ها؟ فکر میکنم تا بالی به او حد نرسیدیم که ما سر مسائل حقوق زن، حقوق بشر و همه مسائل عمومی که اتباعی افغانستان به او نیاز داره صحبت شوه. ما سر اصول کاری کار کردیم. بلی. اما سر از فردا بخیر وقتی که جلسات رسمی ما شروع میشه در سر اجندا کار میکنیم، همه مسائلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، نظام جمهوری اسلامی افغانستان، حقوق بشر، حقوق اتباع، حقوق اقلیت ها، آزادی بیان، حقوق بشر، همه مسائلی که نیازی یک کشور جمهوری میباشه سرزو بحث صورت میگیره. اما امی که خانمای قهرمان افغانستان در دو دهه دستاوردهایی که داره، قربانی که داده، زحمت کشیده، مبارزه کرده و ای همیش در یک نظام جمهوری به دست می آید. نظام جمهوری اسلامی افغانستان نظامی است که همه اتباع دو میتونه که خود ببینه و شامل یک حکومتداری خوبی بوده باشه که دو انتخابات صورت میگیره به حساب ما مردم که بهش میگیم که یک حکومت ولسواک است، یعنی یک حکومت دموکرات است. بله. که دو ما خود میبینیم. ما به این امید استم اگر طالبا می آید در داخل نظام جمهوری اسلامی افغانستان مدغم می شه، هرگز ما دستاوردهای دو دهه خود انشالله حفظ خواد کردیم و تقویه خواد کردیم. اینجا خانم جرمتی بسیار می بخشین، شما از مدغم گفتین، یعنی فکر میکنین در پایان تصمیم به این شود که اینا بیاین مدغم شوند به سیستم کنونی، یکی و دیگه ای که شما از حقوق خانم ها در چارچوب قانون اساسی افغانستان یاد میکنین و اونا حقوق خانم ها را در تطبیق شریعت اسلامی، یک تفاوت دیدگاه بسیار زیاد است فکر میکنم. تفاوت دیدگاه اگر وجود داشته باشه، مگم یک چیز باید ما یادآور شویم و سرزو همه دنیا قانیست که دولت فعلی افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک حکومت اسلامی است، دولت اسلامی است و 99.5% مردم افغانستان مسلمان هستند.
ما نمیتونیم که یک نظام دیگه نو اسلامی در افغانستان چی رقم باید تجربه بکنیم. حکومت فعلی افغانستان یک حکومت اسلامی است و اتباع افغانستان مسلمان هستند. ما از دیدگاه حکومت جمهوری افغانستان تا توان ما باشد دفاع میکنیم از حقوق اتباعی افغانستان و از زنای افغانستان دفاع میکنیم. در اینجا که ما به نمایندگی از اکثریت زنای مطلق افغانستان که در مذاکره سهم گرفتیم، ما مجبور و مکلف هستیم، ما مسئولیت داریم با پالیسی جمهوری اسلامی، با پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که دو حقوق اتباعی افغانستان، مثلا قانون اساسی، نظام جمهوری، آزادی بیان، حقوق مدنی زنا و دموکراسی که در اوجه تطبیق میشه، ما از او باید حمایت بکنیم، به خاطر که در قانون واضح نوشته شده، توضیح شده. ما مجبور و مکلف هستیم که از پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان دفاع بکنیم و به خاطر حمایت زنا در اینجا تا حدی که توان ما باشه دفاع بکنیم. اما ما در اینجا تنها نیستیم، ما برادرای قهرمان خود در پالوی خود داریم، ما افغانایی را در پالوی خود داریم که نه تنها در افغانستان بلکه در هر کشور دنیا زندگی میکنن. ما همکاری و حمایت خود از هم افغانا میخواییم. در قدم دومی که در اینجا ما علمای محترمی را با خود داریم که میتونه از حقوق زنا همراه ما دوش و دوش در این مبارزه سهم بگیره و از حقوق زنا دفاع بکنه. هرگز مردم افغانستان ایره قبول نخواد بکنه که دستاوردهای دو دهه مردم افغانستان بالخصوص زنان قهرمان افغانستان خدای نخواسته به معامله بته و یک مشکل نوی را ایجاد بکنه. هرگز او کار ما نه حاضر میشیم و نه قناعت میکنیم، اما کوشش میکنیم که طرف طالبا را به این قناعت بودیم که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک حکومت اسلامی است. اگر بخوایم و قناعت بودیم که یا قبول بکنه بیاید حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا خودشان بیا مدغم شوه، اونموجا دوش و دوش زیر چتر نظام جمهوری اسلامی افغانستان و زیر بیرق سیرنگ افغانستان به کار خود ادامه بده. کوشش تپ تلاش ما سرزمی است، اما قبل از وقت است که ما منفیگرا باشیم و بگوییم که طالبا قبول نخواد کرد. ببینیم در سر میز مذاکره که آیا طالبا گروپی طالبا آیاتی که از طرف حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان آمده سر میز مذاکره اجندای خود که پیش میکنن یا قبول میکنه یا نه، این چیزی است که قبل از وقت گفته نمیتونم. بله. وقتی که در سر میز مذاکره سر اجندا کار شد، در اون وقت باز معلوم میشه که قبول داره یا قبول نداره. در 20 سال گذشته خانم ظلمتی عزیز، با عنوان افغانستان، زنان افغانستان، دختران با شهامت و دلیر کشور ما واقعا از 2001 در صحنه حضور داشتن، قربانی های فراوان دادن، اما این قربانی هایشان به خاطر عزیز بود که اما حقوق اصلی خود که چی اسلام عزیز برشان داده و چی جامعه مدنی داده، اونم حقوق خود منیسی بخش از جامعه به دست داشته باشن. اما ما تا جایی که میبینیم مثلا بعضی ها انود هم گرچه که صف خود جدا کردن میگن ما با طالب نیستیم، اما از دید ما اونا همیش طالب باقی میمانه، مثل سید اکبر آقا گوره همیش میگن طالب سابق، ولی ما میگیم که هنوز هم طالب هست. من در بعض مورد من حیث سخنگوی ابراز نظر میکنه و امروزی توهین کرد کلگی را و ای گفت که هر کس که نام مادر خود میگیره بی غیرت است و بی ناموسی است. شما این طرز دیده در جامعه آیا قبول میکنین؟ هرگز نه، این تنها منی هیچ زن افغان قبول کرده نمیتونه. و نام مادر، سر نام مادر ما افتخار میکنیم. هر مرد افغان باید سر نام مادر خود افتخار بکنه، سر نام دختر خود، سر نام خواهر خود باید افتخار بکنه. ما نمیتونیم از نام زن بودن خود و از اسم خود که از طرف والدین خود سر ما گذاشته میشه از او این کار بکنیم، بخاطر که
ما از نام خود اگر دفاع کرده نتانیم، پس از حضور خود چطور دفاع کرده بتانیم؟ خب او نظر شخصی خودش است که میگه، اما افغانستان تنها یک نام نیست، افغانستان تنها یک جغرافیه نیست، افغانستان کشوری هست، افغانستان در دامن خود یا در بغل خود ارزش های تاریخی، ارزش های ملی و ارزش های زیادی را تا به حال نگاه کرده. در اینجا مثلا مذاهب مختلف، اقوام مختلف، اقلیت ها و زن و مرد مشترکن با هم زندگی میکنن. جنگ است، مشکلات زیاد است، اما هرگز مردم افغانستان برای کسی وقت نخواد بوده که یه جغرافیه را یا تغییر بوده، خدا نخواسته پارچه بسازه، یا نامش تغییر بوده، یا نظامی جمهوری اسلامی افغانستان تغییر بوده. و این ناممکن است، هرگز بر مردم قابل قبول نیست. تشکر. از جمله بدبینا خانم زرمتی یکی من هستم، همایی بدبینی و به این معنی است که از بدبینی آدم بره به طرف مثبت گرایی و پوینت های منفی رو همیشه آدم برجسته بسازه تا از اون طریق آدم بتونه به یک نتیجه مثبت برسه. اما کسایی که واقعا منفی گرا هستن و اونا طرح امن ندارن و آینده و در آینده وطن نقشه ندارن ولی همیش گپ میزنن و نظر پردازی میکنن، چی پیام مختصری در پایان صحبت برای اونا دارین؟ پیام ما من حیث یک زن افغان، من حیث یک خواهر هم افغان ها، یک دختر افغان، این است که صدای خود به خاطر دفاع از حقوق اساسی زن و از حقوق ادبای افغانستان باید با ما یکی بسازن. تا یک صدای واحد در مقابل حقوق ادبای افغانستان مشترکم داشته باشیم. اگر افغان ها یک صدا نشوه، اگر افغان ها یک صدای واحد نداشته باشن، اگر افغان ها به خاطر اعاده حقوق خود، نگاه کردن حقوق خود که در دو دهه به دست آوردیم، یک صدای واحد نداشته باشن، ما فکر میکنم مشکلات زیادی را ما شاید امروشان سر دوچار شد، یا مشکلات زیادی شاید در صدرهای ما بیه. اگر یک صدای واحد داشته باشیم، هرگز کسی ما را شکست داده نمیتونه و به هدف و مرام خود انشالله رسیدن میتونه. به شما و تمام اعضای تیم موفقیت آرزو میکنم و من یقین دارم که میلیون ها انسان سرزمین ما امروز فقط منتظر نتیجه کنفرانس است که شما عزیزان در اونجا جمع شدین. زحمت و بیدارخوابی و فشارهای، خب درست است که تنها فشار داخلی نیست، فشار منطقوی است، فشار بین المللی است، انواع و اقسام فشار است، اینه تعامل میکنین به خاطر رسیدن به یک هدف مقدس که تامین صلح و برگشت آرامش به کشور ما باشه. خانم زرمتی تشکر میکنم که با ما بودین، برای هر کدام شما موفقیت آرزو میکنم. تشکر از شما، سلامت باشین.